نیروهای مردمی مدافع عطبات و مقدسات عراق سنیهای تندروی داعش را از مراکز نفتی مهم فراری دادند. نیروهای مردمی عراق از 15 بهمن ماه مرحله دوم عملیات آزادسازی موسر را از محور تکریت آغاز کردند و تا کنون بیش از 13 کیلومتر از مسیر را آزاد و پاکسازی کردند و عناصر داعش را از مراکز مهم تسلیحاتی و نفتی فراری دادند. به گزارش منابع میدانی در این عملیات پیشروی قابل توجهی در آزادسازی جزیره اسینیه از انجام شد و شماری زیاد از سنیهای های تندروی داعش به حلاکت رسیدند و ذخایر تسلیحاتی آنان مصادره شد بر اساس این گزارش در جریان حملات نیروها به جزیره صلاح الدین نیز مراکز نفتی مهم از سیطریه عناصر تکفیری خارج شد که پیشتر از آنها به عنوان مقرهای فرماندهی استفاده می کردند. لازم به ذکر است در پی پیروزوهای نیروهای عراقی در جزیره صلاح الدین بسیاری از اهالی این منطقه به منازل خود بازگشتد.